ببین جزء نافرجامی های مدیریتی در فوتبال یکی این بود که عابدزاده رو رها کرده بودی. احمد عابدزاده با پای مصدوم و زانو دفرم شده، دفرم معناش این هستش که اگر نه یه وایت بورد بود ما براتون میکشیدم، این زانو در راستای ران نبود. به اینجا که میرسید این دوتا اینجا فکر کنید بین دست من زانوه، بین دست من اینجوری شده بود. خب پس این ربات ها، مینیسک، تاندوم ها هیچ کدوم یه هارمونی و استیبل نداشتن، در نتیجه زانو خم نمیشه. من با شهرام زمانی در یه ختمی تازه اومدم برگشتم به فوتبال، مدیر پرسپولیس شدم، از مجلس ختمی در مسجد حجت ابن الحسن اول سهروردی اومدم بیرون. شهرام به من میگه آقا عابدزاده میخواد شما رو ببینه. حالا اون مراسم ختم برای بزرگ فوتبال بود، دقیقا یادم نیست کی، به رحمت خدا رفت. گفتم بگو بیاد. احمد اومد و وقتی میامد پیش من برسه، من دم 20 متر از مسجد رد شده بودم، احمد وقتی اومد به من برسه دم شل میزنه. من سلام علیک کرد و دفعه اولی بود که ما همدیگر رو به صورت رخ به رخ میدیدیم. گفت سلام علیک کرد و منم جواب دادم و گفتم چیه مشکلت؟ گفت آقا من یه بیمارستانی در آلمان برای من پذیرش فرستاده که من برم اونجا عمل جراحی کنم، اونا میگن زانوت خوب میشه. من عکسام فرستادم و هزینه‌شو ندارم. گفتم من باید بیشتر سوال کنم از تو، یه فرصت به من بده، بعد شما بیاید منزل ما. اینجا نمیشه وایسی حرف بذاری، من هم همه میشنازن آره، بعد اینجا وسط خیابون وایس حرف بذاری، بیا منزل. دفترم نمیخواد بیای که فردا بگن که استقلالی اومد دفتر پرسپولیس، بیا اونجا. دو روز بعد توی این دو روز من تحقیقاتی رو کردم راجع به پای احمد عابدزاده. گفتن که از یکی از کسایی که قبول داشتم و آقای رئیسی هم قبولش داشت و من معرفی کرده بود، این آقای رئیسی رئیس جمهور من نویسنده، آقای دکتر مددی بود. آقای دکتر مددی به من گفتش که احمد عابدزاده پاشو عملا بکنه به فوتبال نمیتونه برگرده، بعد خیلی مراقب باشید، این پا دیگه پای فوتبالی نیست. من گفتم آقای دکتر فعلا بحث ما برگشت به زندگیه، این الان مشکلات زندگی داره. با یکی دوتا دیگه مشورت کردم، عکساشو دیده بودن، وضعیتشو دیده بودن، اینها همه ناامید صحبت کردن. با آقای موسویان سفیر ایران در بن با ایشون صحبت کردم، گفتم که چنین بیمارستانی پذیرش داده برای آقای عابدزاده، یه تحقیق کن ببین اون پزشکاش اصلا فایلی باز کردن برای ایشون و چی فکر میکنن به اساس عکس بگیرن. گفت اونا میگن که ما کاری میکنیم زندگی کنه، نمیگم گارانتی نمیدیم به فوتبال برگرده. عابدزاده اومد پیش من و اونجا من بغض کردم که این جوون، ما خونمون مبل نداشتیم، تکیه میدادیم به مخاطب و یه دونه زیر میداختیم یه دونه رو میشستیم. ایشون اومد وقتی نشست نمیتونست پاشو جمع کنه و
با زور میخواست پاشو جمع کنه، دکتر پا رو دوتا با دو دستش پا رو کشید. من گفتم چی کار داری میکنی؟ گفت جلو شما رو نمیشه پام دارم شو کنم. حرفا چی چیه؟ راحت باش، منم فوتبالیست بودم، میفهمم دردو. پا تو دراز کن. پاشو دراز کرد و خیلی با خجالت تفلک. قصه شو برای من گفت که در تیم ملی آسیب دیده چجوری. من البته فیلمش رو دیده بودم و چه روزای سختی کشیده، تو ماشینش خوابیده، همه قصه رو گفت برای من. من گفتم که من تأمین بودجه میکنم برات و میفرستم به آلمان، نترس، میری ایشالله خوب میشی. یه نامه نوشتم برای مهندس معلوجی و درخواست کمک کردم. گفتم به ما کمک کنید که آبزاده رو اعزام کنیم برای بهبودیش. معلوجی از من قیمت خواست و چقدر هزینه داره اینا. من از موسویان پرسیدم، تقریبا یه چیزی نزدیک به 100,000 مارک خرجش میشه. مارک اون موقع 15 تومن بود، 150 تومن بود، بخشه 150 تا یه تومنی بود و خب چیز خاصی نمیشد، تأمینش مشکل نبود اونقدر. تأمین بودجه کردیم و احمد آبادزاده رو فرستادیم آلمان و من با موسویان هم هماهنگ کردم. یه آدمی هم گشتیم بالا سر احمد تو بیمارستان که زبان آلمانی بلد بشه و متوجهش بشه. عمل کرد. بعدش هم زنگ در دلش تنگ شد و خانومش و بچهش رو اونا رو فرستادیم آلمان که برم پیشش باشن تا دوره ریپتیشن یا بازپروری بگذره. بعد دو ماه احمد اومد ایران و اینجا دکتر بهزادی توی هلال احمر کمک ما کرد برای فیزیوتراپی و هیدروتراپی. ایشون کمک کرد، مدت طولانی شد، 3-4 ماه شد تا و بتونه روی چمن بیاد راه بره. وقتی روی چمن راه رفت من صداش کردم بیا دفتر. اومد دفتر، گفتم که خب میخوای چیکار کنی تو فوتبال؟ برو استقلال، الان دیگه یواش یواش میتونی تمرینات رو شروع کنی. حرف دکترها رو من گوشتم کنار، برای اینکه دیدم این آدم اومده که موفق شه. گفت نه، من نمیرم استقلال، من پرسپولیس میخوام بشم، اگه شما اجازه بدید هم پرسپولیس. ما رفتیم توی هیئت مدیره مطرح کردیم، از 5 تا اعضای هیئت مدیره یه رأی مثبت دادن، 3 تاش به دلیل اینکه میگفتن ایشون در بازبان دیگه نمیشه، یکیشون به دلایل دیگه ای گفت، یکیشون هم مثبت بود. من گفتم خب اینجا من حق مدیر عاملی میخوام استفاده کنم، ایشون بیاد پرسپولیسی، من هم میارم بشون. گفتم پس بنویسی که این خواسته مدیر عامل بوده و اعضای مدیر مخالف بودم. گفتم بنویسی، اولم خودم امضا کردم. احمد آبادزاده تمریناتش رو شروع کرد با درد، هنوز آداپت نشده بود این پا. بعد احمد یه روزی من پرسیدم که احمد چجوری داره تمرین میکنه، بچه‌ها گفتن خیلی خوب. من دیدم اگه این پشتش باد بخوره ترتو میشه، یعنی همیشه این ترتو باشه. بازی با ملوان بود، من شب بهش زنگ زدم گفتم احمد فردا کی رو بذاریم دروازه؟ یکی از بچه‌ها رو اسپورت. گفتم که تو احمد آبادزاده رو میشناسی؟ گفتم فردا احمد آبادزاده تو دروازه است. گفت آقا من؟ گفتم بله حضرت والی. گفت آقا من هنوز خوب نشدم، هنوز بدنم جواب نمیده. گفتم اصلا بدن نمیخوام از تو، من میخوام بری تو دروازه 7 گل بخوری، 10 گل بخوری، اشکال داره؟ من دوست دارم تو فردا بری تو دروازه. و به امید حق رفت تو دروازه. اون روز استادیوم منفجر شد که احمد آبادزاده جلوی تیم پرسپولیس اومد تو زمین و شوکی بود که واقعا کسی باورش نمیشد.
من روزی خدا رو خیلی شوک کردم که احمد عابدزاده بازی با استرالیا رو در آورد. و اگه اون روز هر کسی تو دروازه بود ما موفق نمی‌شدیم. احمد عابدزاده چنان رویه‌ای به تیم داد، چنان کاری کرد در اون بازی که فوتبال ما دیگه فراموش نمی‌کنه. من فکر کنم نتیجه همه سخت کوشی‌هاش و مبارزه‌ای که کرد برای اینکه بایس تو دروازه اون روز دیدیم همون. و من راضی بودم از کاری که کرده بودیم برای عابدزاده، برای اینکه برای فوتبال کشور خیلی بود.